هر روز یه نفر داره میاد، یکی شله، یکی کره، یکی کوره، یکی بچه دار نمیشه، یکی فلان مشکل حاجتشون رو، این آخونده هم میاد میگن بله این فلان کس ما رو دو قوزه بود شفات پیدا کرد و خودشون این داستانا رو تعریف میکنن، اما هیچ کسی نیست که بخواد یه ادله امروزی هم حداقل براش رو بکنه که بگه بله مثلا ما تو فلان بیمارستان گذاشتیم مخصوص این که بگیم آقا کسانی که اینجا شفا پیدا نمیکردن، حالا ما از نظر علمی میگیم که برای اینا شفا پیدا کردن و این امام رضا معجزه کرده. فقط از آخوندها میتونیم اینو بشن. حالا یه نمونهش رو اگر موافق باشی بله پخش بله کنی و بعد بسیار میریم خوب. تماس تلفنی رو هم میگیریم انشاءالله. مریض وقتی وصل میشد به روح قوی که حضرت رضا سلام الله علیه در حال دریافت شفا بود، مثلا میگو یه دختر فلجی باش مونده اون 17 سالش بود از کاشمر آورده بودن، فلج مادرزاد بود، این طرف سمت چپ من بود، یه پسر دیوونه ای رو آورده بودن با زنجیر بسته بودن، سه نفر مواظبش بودن، این سمت راست من بود. در آن واحد حضرت شروع کردن به این دوتا عنایت کردن، این دوتا شروع کردن دریافت کردن، روحشون وصل شده بود. تو اون دریافت من حس کردم، داد زدم دارن شفا میگیرن، دارن شفا میگیرن. یه دفعه دختر از جا بلند شد، دختری که تو عمرش بلند نشد از جا بلند شد، گفت مامان حضرت رضا آمدن اون شفا دادن. اون ناصر دیوونه که سمت راست من بود که با زنجیر واسه بودن شد، اون گفت زنجیر هم رو آقا دست به سرش کشیده. به قول خمینی خداوند ان شاءالله همه ما رو آدم کنن. این الان نگاه کنید، این داستان خرافیه، ساخت، همین الان این افسانه ساخت. یه نفر فلج اینجا نشسته بود، یه نفر ناصر دیوونه با زنجیر بسته بودن این ور من، یهو دیدم این بلند شد، یکی ناصر دیوونه هم گفت آقا دست به سرم کشید. آره بیا ناصر دیوونه یه تیمارستانی بوده، یه دکتری دیدتش، اینو بالاخره میگه مریضیش، این بیماریش، این دیوانگیش به قول این حاج آقا، یک پزشکی اون رو معالجه میکرده یا دیدتش حداقل، به زنجیر بسته بودن دیگه. کجاست این ناصر دیوونه ها؟ کجان که شفا میگیرند؟ این خانم فلج کجان که شفا گرفتن؟ اینها کجا هستند؟ کدوم بیمارستان؟ کدوم دلیل علمی؟ کدوم پروف؟ کدوم اصل؟ کدوم منطق میگه اینها شفا پیدا کردن؟ دقیقا مشابه این رو میتونم ده ها موردش رو بهتون نشون بدم که قبلا هم دادیم، از بت پرستانی که این کار رو انجام میدن. بت پرستان هم همینطوری میگن خدایان ما شفا پیدا میکنن، دلیل منطقی که وجود نداره، دلیل متنی هم براش وجود نداره. وقتی مجسمه مسیح رو میارن میگن های هاللویا، این مجسمه مسیح الان بلند شو، اون خانم بلند میشه، تو خیلی طبیعی تر از اینها هم نقش بازی میکنن دیگه، آدم میارن نمایش بازی میکنن، اون بلند میشه، میتونید دلیل علمی براش پیدا بکنید؟ صدها سال توی آمریکا دارن مردم رو همینطوری با هاللویا گفتن گول میزنن و با مجسمه حضرت مریم و مسیح و صلیب دارن فریب میدن. کسی تونسته تا حالا یک پروف برای این قضیه بیاره؟ یک مؤسسه علمی، یک مؤسسه تحقیقاتی تونسته دلیل بیاره؟ نه، اینها هم نمیتونن، بت پرستان هم نمیتونن، گاو پرستان هم نمیتونن، کلا من دون الله پرستان هیچ وقت دلیل ندارن. بل وجدنا آبانا کذلک یفعلون، بوده هست و خواهد بود. منطقی که دارن منطق دروغ بافی است. در قرآن میفرمان که افترا علی الله کذبا، دقت کنید، دروغ بافتن و معجزه درست کردن، کرامات درست کردن، نسبت دادن، این تخیلاتی، خیلی راحت دروغ میگن با وقاحت تمام، و متاسفانه خیلی ها امکان دار این دروغ قبول میکنن و یقین دارن، میگه که حالا این داره نقل میکنه، چون که از خودش میگه که من اونجا بودم، والله علم که میگه که منم داشتم متعجب شدم که این داره شفا پیدا میکنه. عجب، چطور؟ چیز خیلی عجیب و غریب است. ولی خب متاسفانه وقتی که انسان عقل رو کنار میذاره، این فکر، متاسفانه انسان وقتی که دور از وحی بشود، خیلی برای خرافات انسان آمادگی کامل رو داره، به خصوص انسان هایی که در یک مشکلات واقع شدن. موقعی که انسان در مشکلات هست، آمادگی خیلی خوبی داره برای اینکه دچار خرافات و جهل بشود.